من شیعه هدایت شده به راه حقیقت و توحید سید مهدی موسوی هستم که تقریباً بیش از 10 سال از عمر خودم رو در حوزه های علمیه گذروندم و به دعوت و تبلیغ شیعه مشغول بودم. من قبل از اینکه راه توحید و سنت رو پیدا کنم، مانند بقیه آخوندها و عوام شیعه، خرافات و عقایدی که متضاد با قرآن بود رو میپذیرفتم و از روی تعصب هم از اونها دفاع میکردم و چه بسا اونها رو تبلیغ و مردم رو به اونها دعوت میکردم. و این تعصب کورکورانه باعث شده بود که چشمهایم رو به روی حقایق ببندم. اما زمانی که خداوند به من لطف کرد و راه هدایت رو من نشون داد، به این نتیجه رسیدم که تنها راه مبارزه با تعصب و غلو بازگشت به منابع اصلی دین هست، یعنی قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس این دو منبع باید معیار و میزان ما باشه و برای اینکه ما به صحت و سقم باورها و اعتقادات خودمون پی ببریم، باید اونها رو بر این دو منبع اصلی عرضه بکنیم. به درستی که آخوندها با دور کردن شیعیان از قرآن بزرگترین ظلم و ستم رو در حق اونها روا داشتن. اگر حق و حقیقت را نتوان در قرآن یافت، پس چرا برای ما نازل شده؟ چرا خداوند آن را کتاب هدایت نامیده و ما را به تدبر و تفکر در اون فراخونده؟ کتابی که هیچ گونه خطا و اشتباهی در آن وجود نداره و خالی از هر گونه تحریف هست. قرآن کریم، کلام خداوند و کتاب هدایت. ای برادران و خواهرانی که چشمهایتون رو روی حقایق بسته اید و تعصب و تقلید کورکورانه باعث شده که از این سرچشمه هدایت دور بمونید، باید قبل از اینکه روحمان به حلقوم برسه و دیگر فرصتی برای ما باقی نمونه، به این کتاب برگردیم. کتابی که خداوند به سوی ما فرستاده تا راه هدایت رو به ما نشون بده و با زندگی در پرتوی اون، زندگی پاک و طیبه و سعادتمند و خوشبخت در دنیا و آخرت داشته باشیم. اما متاسفانه هرچند که بخواهیم از این چشمه زلال و این منبع پاک و خالص استفاده بکنیم، باز هم کسایی میان و چهره و معانی این آیات رو خدشه‌دار میکنند و نمیگذارند که معنای حقیقی آیات قرآن به ما برسه. یعنی دقیقا همون کاری رو انجام میدن که علمای یهود انجام میدادن. اهل تحقیق و دانشمندانی که در حوزه کتب آسمانی به تحقیق و بررسی پرداختن، بر این اعتقاد هستن که اصل کتاب یهودیان که همون تورات هست تحریف نشده و دست نخورده باقی مونده، بلکه علمای آنها در ترجمه ها و تفسیر این کتاب معانی رو جابجا و تحریف کردند، همان گونه که خداوند متعال در قرآن کریم به اون اشاره کرده و می‌فرماید و یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی معانی که برای آن الفاظ وضع شده رو تغییر می‌دادند و این تغییر معانی برای رسیدن به اهداف و مقاصد شومی بود که اونها در نظرشون داشتن. و در عصر ما هم آخوندها که ادعای دین و دینداری و برحق بودن رو دارن و خودشون رو به عنوان مبلغ این دین جا میزنن، متاسفانه به تغییر معانی قرآن میپردازن. متاسفانه معانی و مفاهیم قرآنی رو بد و وارونه به مردم میرسونن و سبب زلالت و گمراهی اونها میشوند.